اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. این چشم‌انداز بامدادی است در ساعت 7 بامداد تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. درود بر شما، داریوش رجبیان هستم. در این برنامه، خودداری ایران از توافق با گروه ویژه اقدام مالی، اما مهلت بررسی عضویت بیش از 3 ماه دیگر تمدید شد. سرانجام کار چه خواهد بود؟ انتظاراتی که FATF از ایران داره از ابتدا تا به امروز انتظارات شدنی نیست. موانعی که بر سر راه جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی در این مدت بوده، موانع بنیادی هستند که ریشه هاشون در قانون اساسی جمهوری اسلامی هستش. از آرزوی نبود دولت تا حمایت جانانه از دولت، راهی که برخی از جریان‌های اصولگرای ایران یک شبه پیمودند، چون و چرایش را تا دقایقی دیگر بررسی خواهیم کرد. توافق اتحادیه اروپا درباره مهاجرت، اما همچنان اختلاف دیدگاه‌ها باقی است. این هم از موضوع‌های برنامه امروز ماست. از رد شدن نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست سازمان بین‌المللی مهاجرت هم خواهیم گفت و مطالب بسیار دیگر. پیش از همه تازه‌ترین خبرهای جهان از نیما نریمان، تهیه کننده امروز برنامه. سلام، صبح شامتون بخیر. گروه ویژه اقدام مالی FATF در بیانیه اعلام کرده تا ماه اکتبر بیشتر از 3 ماه دیگر ایران را از فهرست سیاه خود بیرون نگه می‌دارد. این گروه گفته که مهلت ایران را تمدید کرده تا این کشور فرصت داشته باشد که ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروه‌های تروریستی مطابق خواست این گروه اصلاح کند. FATF از 2 سال پیش به دلیل تعهد ایران برای مبارزه با پولشویی این کشور را موقتاً از فهرست سیاه خود خارج کرد و تاکنون آن را به فهرست سیاه خود برنگردانده است. رهبران اروپا درباره اینکه چطور توافق تازه سرگرفته برای بحران مهاجرت را در عمل اجرا کنند، مواضع کاملاً مختلفی گرفتند. این توافق که قرار بوده چاره‌ای برای موج مهاجرت غیر معمول به اروپا بیاندیشد، در این نشست 28 عضو اتحادیه اروپا پس از چندین ساعت مذاکره در طول ساعات شب به نتیجه رسیدند. هادی نیلی گزارش می‌دهد. طبق توافق تازه در اتحادیه اروپا، قرار است مراکز حفاظت شده ایجاد شوند تا مهاجران در آنها پذیرفته شوند. حالا رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور چنین مراکزی برپا نمی‌کند، چون فرانسه جایی نیست که پناهجویان در مسیرشان برای رسیدن به اروپا اول به آنجا رسیده باشند. از آن طرف نخست وزیر ایتالیا گفته که این مراکز میتواند در هر جای اتحادیه اروپا ایجاد شوند. در میان بحث‌ها بین رهبران اروپایی، رئیس اتحادیه اروپا درباره دشواری‌هایی بر سر راه اجرای توافق هشدار داده است. شنونده تازه‌ترین خبرهای جهان هستید از رادیو بی بی سی. شرکت جنرال موتورز، بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی آمریکا، هشدار داده تعرفه‌های جدید وضع شده بر واردات ماشین و قطعات خودرو توسط دولت ترامپ می‌تواند باعث کاهش توان رقابتی این شرکت، کمتر شدن فرصت‌های شغلی و در نهایت کوچکتر شدن آن بشود. این شرکت صراحتاً از سیاست‌های شخص آقای ترامپ برای وضع تعرفه‌های جدید علیه متحدان تجاری این کشور در اروپا انتقاد کرده. بر اساس گزارش‌ها از غزه، در جریان یک تظاهرات در مرز بین این منطقه و اسرائیل، 2 فلسطینی به ضرب گلوله سربازان ارتش اسرائیل کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند شبه نظامیان حماس با برگزاری تظاهرات گسترده در مرز بین غزه و اسرائیل به دنبال نفوذ و حمله به این کشور هستند. شرکت هواپیمایی ورجین اتلانتیک اعلام کرده که از این پس با وزارت کشور بریتانیا جهت برگرداندن مهاجران غیرقانونی ساکن این کشور همکاری نخواهد کرد. این شرکت درباره دلایل گرفتن این تصمیم توضیحی نداده، اما گفته که این بهترین تصمیم برای حفظ منافع مشتریان و کارمندان این شرکت است. دولت جمهوری دموکراتیک کنگو میگوید اجازه اکتشاف نفت در 2 پارک ملی مهم این کشور را خواهد داد. گروهی از حامیان محیط زیست با این تصمیم به شدت مخالفت کرده و آن را خطری جدی برای حیات وحش جمهوری کنگو و گرمایش زمین می‌دانند. درود بر شمایی که به ما پیوستید. در چشم‌انداز بامدادی شنبه 9 تیر و پس این روز ماه ژوئن میلادی، داریوش رجبیان هستم با آرزوی روز و هفته و روزگار خوش به یکایک شما. ساعتی پیش از آغاز برنامه، گروه ویژه اقدام مالی یا FATF درباره ایران بیانیه منتشر کرد که آغاز برنامه ما هم از آن است. چون قرار بود مهلتی که این مؤسسه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای عضویت ایران در آن داده بود، همین ساعت پیش به سر برسد، اما این مهلت تمدید شده برای بیش از 3 ماه دیگر تا اکتبر 2018. قرار است تا آن زمان ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون بماند. نخست گزارش از هادی نیلی در واشنگتن، سپس تحلیل موضوع.
گروه بین المللی FATF یا گروه ویژه اقدام مالی حدود 3 دهه پیش برای پیشگیری از پولشویی و ممانعت از حمایت مالی از گروه‌های به اصطلاح تروریستی تشکیل شد و در توافق بین ایران و 6 قدرت جهانی برجام یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران قرار داده شد. این گروه از 2 سال پیش به دلیل آنچه تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای مبارزه با پولشویی خواند، ایران را به طور موقت از فهرست سیاه خود خارج کرد و در این مدت هر نوبت فرصت ایران برای اصلاحات را تمدید کرده و این کشور را به فهرست سیاه خود برنگردانده است. روز جمعه هم این نهاد اعلام کرد به تهران فرصت بیشتری می‌دهد تا مطابق خواسته های این گروه ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروه‌هایی که تروریستی شناخته می‌شود اصلاح کند. این مهلت تا اکتبر 2018 است. برخی حامیان بهبود روابط ایران با غرب از این اقدام FATF استقبال کردند و آن را به نفع همکاری‌های اروپا با ایران با وجود تند شدن مواضع آمریکا تلقی کردند. دولت آمریکا خواستار بازگرداندن ایران به فهرست سیاه FATF بود. با سرکار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید و مخالفت او با توافق هسته‌ای این فشارها بیشتر هم شد و حالا که او رسما از برجام کنار کشیده است و دولتش دارد تحریم‌ها علیه ایران را باز می‌گرداند، این فشارها افزایش پیدا کرده است. برای تأمین نظر FATF دولت ایران پیشنویس قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی گروه‌های تروریستی را تهیه کرده و به مجلس تحویل داده است تا تصویب شود، اما بحث‌ها درباره این لایحه در مجلس ایران همچنان ادامه دارد. یکی از بحث برانگیزترین موارد در میان تغییرات درخواستی FATF شناخته شدن تأمین مالی گروه‌هایی که تروریستی شناخته می‌شود به عنوان اقدام جنایی در قوانین ایران است. در پیشنویس قانون تهیه شده در ایران، گروه‌های نظامی که قصد دارند طبق متن این قانون به سلطه خارجی، استعمار و نژادپرستی خاتمه دهند مستثنا شدند. در میان بحث‌های داغ در مجلس ایران درباره این لایحه پیشنهادی دولت، کمتر از 10 روز پیش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس از آنها خواست به جای تصویب این لایحه جنجالی قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند. در روزهای گذشته برخی چهره‌های حامی دولت حسن روحانی گفته بودند رئیس جمهوری ایران قرار است بار دیگر به اتفاق رئیس مجلس ایران با رهبر جمهوری اسلامی درباره لایحه مبارزه با پولشویی دیدار کنند. هادی نیلی بود در واشنگتن. همگانی که اشاره شد، گروه ویژه اقدام مالی یا FATF حدود 30 سال پیش برای پیشگیری از پولشویی و ممانعت از حمایت مالی گروه‌هایی که تروریستی شناخته می‌شوند تشکیل شد و در توافق بین ایران و 6 قدرت جهانی یعنی برجام یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران است. از محسن بهزاد کریمی تحلیلگر روابط ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل بلژیک پرسیدم به چه دلیلی گروه ویژه اقدام مالی مهلت عضویت ایران در این گروه را تمدید کرده. تمدید این مهلت بیشتر یک قضیه سیاسی میتونه باشه، چون انتظاراتی که FATF از ایران داره از ابتدا تا به امروز در کل انتظارات شدنی نیست، چرا که در اصل موانعی که بر سر راه جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی در این مدت بوده قابل برداشت نیستن. این موانع بنیادی هستن که ریشه هاشون در قانون اساسی جمهوری اسلامی هستش. این فاینانشال تاسک اکشن فورسی که هست یا FATF در واقع سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستش که همین اصل اول رو در بند 154 قانون اساسی و اصل سوم بند 16 اصل سوم و ببخشید اصل 154 قانون اساسی زیر پا گذاشته میشه. سازمان بین المللی FATF از دولت ها میخواد که حمایت مالی از تروریسم نکنن، ولی در رابطه با همین موضوع با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارن در رابطه با مفهوم تروریسم، چرا که گروه های مثل حزب الله لبنان، مثل حماس و مثل جهاد اسلامی رو ایران گروه های مستضعفینی میدونه که در تلاش برای به دست آوردن آزادی هستن و از طرف دیگه دنیای غرب این گروه ها رو کم و بیش گروه های تروریستی میدونه. یا در دقیقاً پرسش من هم همین آقای کریمی که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در بیانیه‌اش گفته که به تهران فرصت میده تا مطابق خواسته های این گروه ساختار مالی خودش رو برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروه های تروریستی اصلاح کنه، ولی همونطور که اشاره کردین میدونیم که تعریف جمهوری اسلامی ایران از گروه های تروریستی با بسیاری دیگر از کشورهای جامعه بین الملل متفاوته. آیا اصلا قابل تصور هست که ایران بتونه با این تقاضای FATF سازگار در بیاد؟ ببینید، در میان 10 تا خواسته که FATF از ایران داشته فقط یک خواسته رو تونستن عملی کنن، اونم در واقع اعلام میزان نقدینگی، میزان پول در سیستم مالی ایران هستش
که اونم خدا میدونه که واقعیت داشته باشه یا نه، اون دکلاراسیونی که انجام میدن اون دکلاراسیون واقعی باشه یا نه، الباقی 9 مورد رو نتونسته اجرای کنه، چرا که از لحاظ بنیادی با تمام این موارد تناقض داره. جمهوری اسلامی، ذات جمهوری اسلامی با تمام این خواسته ها دوچار تناقض هستش و نمیتونه به هیچ وجه اینا رو اجرایی کنه، نه دولت حسن روحانی و نه هیچ دولت دیگری در قالب این قانون اساسی متاسفانه خوشبختانه نمیتونه این قوانین رو اجرایی کنه. بنابراین ما باید برای وارد شدن به این سیستم نظام مالی بین المللی و اون خطر نبودن برای جامعه بین المللی و ساختار اقتصادی مالی که در دو دنیای گلوبال امروز حاکم هست، باید از این گونه قوانین اساسی، از این قوانین اجرایی گذار کنیم، در یک سیستم دیگری خودمون رو باز تعریف کنیم که بتونیم به این جامعه مالی برگردیم، به این دنیای گلوبال بتونیم برگردیم. ولی این چند روز پیش حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در توضیح دلیل مخالفت مجلس با FATF گفته بود که اگر ایران در اثر فشار دشمن به این طرح بپیوندد، توان دفاعی ایران در منطقه تضعیف می شود. این نگرانی از کجا برمیاد به نظر شما؟ خب نگرانی از همینه که این نمیتونن حمایت مالی که از این گروه‌های تروریستی در منطقه دارن، گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی یا اون نیروهای نیابتی که در یمن، در عراق و دیگر جاها دارن، نمیتونن حمایت مالی ازشون بکنن. اون عمق استراتژیکی که ازش به مراتب سخن به میان میآورن نیازمند تامین بودجه مالی هستش، همونجوری که دیدیم در تمام این سال‌ها اون 100 میلیارد بیش نزدیک به 100 میلیاردی که از بعد از برجام به دست دولت جمهوری اسلامی رسیده تا به امروز همه خرج منابع اسد، حوثی‌های یمن و عراق و سوریه و غیره ذالک شده. بنابراین اگر وارد فتح بشن، همونجوری که آقای خامنه‌ای هم گفتن که ما نباید وارد معاهده بشیم که از عمق اون با خبر نیستیم، چه نیازی هست که ما بخوایم وارد همچین تعهدنامه‌ای بشیم. بنابراین اینا خودشون نگران مسدود شدن این شاهراهای حمایت از تروریسمشون هستن، چرا که میدونن نیاز دارن با پولشویی بتونن از این سازمان ها حمایت کنن، همونجور که شاهد بودیم دست در دست چطور حزب الله لبنان از آمریکای جنوبی با کارتل های مواد مخدر آمریکای جنوبی پولشویی میکنه تا دبی، تا لبنان و دیگر کشورهای اروپایی که بتونن این تغذیه کنن این سیستم تروریستی که در اقصی نقاط جهان برای خودشون شعبه باز کردن. ولی در نهایت فکر میکنید که ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی بشه یا نه؟ جمهوری اسلامی خیر. ایران اگر ما شاهد تغییر اساسی در ساختار جمهوری اسلامی، در ساختار نظام و گذار از جمهوری اسلامی باشیم که من فکر میکنم در آینده نزدیک خواهد بود. صحبت از جمهوری اسلامی هست که فعلا وجود داره، کشور به اسم جمهوری اسلامی برجام از اونه. خیر، کشور جمهوری اسلامی ایران با شرایط کنونی که داره، با قانون اساسی کنونی که داره، با به قول این دولت مردهایی که در خودش داره و نگرشی که در کل به سیاست منطقه و سیاست جهان داره، خیر به هیچ وجه نمیتونه وارد FATF بشه. محسن بهزاد کریمی، تحلیلگر روابط ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل بلژیک. به نظر شما مخاطب برنامه عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF شدنی است یا نه؟ با توجه به اینکه طرف‌ها از سازمان‌های تروریستی تعریف‌های خاص خودشون رو دارن، آیا میشه تصور کرد که تا بیش از 3 ماه دیگه این اختلاف دیدگاه‌ها برطرف بشه و ایران با FATF به توافق برسه؟ آقای بهزاد کریمی همونطور که شنیدیم در این مورد خوشبین نیست. شما چه فکر می‌کنین؟ از عضویت ایران در این گروه چه سود و زیانی حاصل خواهد شد؟ به نظر شما در مورد سایر مطالب برنامه هم طبعا میتونین نظر بدین. مطالبی که بعداً پخش خواهد شد، از جمله پای پخش زنده چشم انداز بامدادی در فیسبوک بی بی سی فارسی میشه نظر داد. همین حالا عبدالله، محمد محسن، پختون، صبور، هاشمی، نادر، افسانه، سفر، سهراب و ده نفر دیگر از اون طریق با ما هستند. درود بر شما. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. چشم به راه دیدگاه ها و پیام های شما هستم.
از آرزوی نبود دولت تا حمایت جانانه از دولت راهی است که برخی از جریان‌های اصولگرای ایران یک شبه پیمودند. همین چند روز پیش بود که سرلشکر یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دستیار کنونی رهبر ایران، گفت گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود. اما پس از سخنرانی چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور، ظاهراً صفحه ورق خورده. پس از آنکه آقای روحانی گفت دولت نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد و افسود که به دنبال پایان دادن به اختلافات درونی برای مقاومت در برابر آمریکاست، شماری از مقام‌ها، چهره‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار و منتقد دولت به اعلام حمایت از او پرداختند. از محمد باقر قالیباف و غلام علی حداد عادل تا مراجع تقلید و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، همگی بر حمایت از دولت و حسن روحانی تاکید می‌کنند. خبرگزاری اصولگرای فارس هم دیروز تیتر اول خود را به مطلبی با عنوان استقبال چهره‌های انقلابی از مواضع اخیر رئیس جمهور، همه با هم کنار دولت هستیم، اختصاص داد. خب میخوام در این باره با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان صحبت بکنم. درود بر شما آقای مهدوی آزاد. اوضاع به حدی دگرگونه که روزنامه کیهان که معمولاً کمتر فرصتی رو برای انتقاد از حسن روحانی از دست میده، حالا در پاسخ به حسین موسویان، معاون پیشین آقای روحانی در دبیرخانه شورای امنیت ملی و از نزدیکان او که خواهان استعفای دولت شده بود، گفته که محافظه‌کاران این دولت رو دولت خودشون میدونن و به همین دلیل هم ازش نقد میکنن و اینکه نیازی به تغییر تیم وسط مسابقه نیست. چه شده که اصولگراها حالا از اون ور افتادن؟ صبح شما بخیر. در یک جمله به اعتراضات بازاریان، مخصوصا اعتراضات چهارم و پنجم دی، جناح حاکم رو شوکه کرد. واقعیت این هستش که بازار تهران یکی از برخوردارترین و مذهبی ترین قشرهای در واقع جامعه امروز ایران هست. یه بار دیگه هم گفتم در 40 سال گذشته حتی شکاف‌های حاد سیاسی مثل برکناری بنی صدر در خرداد 60، مثل جنبش سبز در خرداد 88 هم بازار تهران رو مثل چهارم و پنجم هیچگاه تعطیل نکرده بود. به نظرم ناگهان حکومت و اصولگرایان به خودشون اومدن، دیدن که در 6 ماه گذشته نه تنها ارزش ریال دچار فروپاشی شده، دلار بیش از 110% گرون شده، قدرت خرید مردم آنچنان شده، بلکه 6 ماه پیش دهک‌های نابرخوردار جامعه عملاً علیه حکومت قیام کرده بودن با حالا دهک‌های بالای جامعه. به گمانم ناگهان به با این مسئله مواجه شدن که تازه این اول سحره و هنوز تحریم‌های اصلی آمریکا نرسیده. تحریم اصلی آمریکا قرار هست از اواسط پاییز آبان ماه به اجرا گذاشته بشه. فکر میکنم اینجا خط در واقع ردپای آیت الله خامنه‌ای کاملا مشهود هست، واضح هست که یک نیروی از بالادست صحنه سیاسی اومده اصولگرایان فشار آورده و این اتفاقاتی که افتاده در واقع من گارد دفاعی اصولگرایان، گارد دفاعی حکومت در مواجهه با تهدیدهایی میدونم که این روزا قدر هر روز بیشتر میشه. خب در نتیجه این تغییر جهتگیری اصولگراهای، اونطور که شما گفتین گارد دفاعی که الان استقرار پیدا کرده، آیا میشه گفت که موضع سیاسی حسن روحانی قوی تر شده یا نه؟ ببین اتفاقی شبیه اتفاقی که در یکی دو روز اخیر افتاده، یعنی که اصولگرایانی که اساساً مخالف دولت و به دنبال پایین کشیدن او بودن ناگهان حالا تبدیل بشن به مدافع دولت، یک کار تبلیغاتی ساده نیست. این در واقع معادلات سیاسی رو عوض میکنه. در واقع آقای روحانی در چند روز اخیر مرکز ثقل سیاسی خودش رو عوض کرده، پشتوانه خودش رو عوض کرده. درسته که از مرداد سال گذشته در از جریان انتخاب کابینه عملا گردش به راست کرد، اما حالا میتونیم بگیم صحنه معادلات سیاسی کشور کاملا عوض شده. از این زاویه اگر بخوام نگاه کنیم، بله حکومت و آقای روحانی به نحوی قوی تر شدن، به این خاطر اون چیزی که یک کشور رو، یک حکومت رو در مقابل تهدیدات، مخصوصا تهدیدات خارجی، تضعیف میکنش بیشتر شکاف‌های حاد داخلی است. از این زاویه قوی تر شدن. آقای روحانی از این زاویه الان میتونه از ابزار بسیج، سپاه، از ابزارهای سرکوب استفاده بکنه، تجربیات امنیتی خودش هم میتونه مورد استفاده قرار بده. اما یک زاویه دیگه هم داره و اون این هم این هست که آقای روحانی رأی حدود 23-24 میلیون از طبقه متوسط و تحصیل کرده جامعه رو به سبد حکومت ریخته بود. با این وضعیت به احتمال زیاد بخشی از طبقه متوسط از آقای روحانی فاصله خواهد گرفت، از او عصبانی خواهد شد و این به معنی فاصله گرفتن اونها از حکومت خواهد بود. اگر از این زاویه در نظر بگیریم، هم آقای روحانی هم حکومت در مواجهه با تهدیدات، مخصوصا تهدیدات اقتصادی، ضعیف‌تر میشن، به این خاطر که اعتماد اجتماعی بیشتر آسیب میبینه و الان در بحران ارز هم میبینیم این اعتماد اجتماعی است که داره نقش منفی بازی میکنه. فکر کنم از این زاویه حکومت آسیب پذیرتر میشه. آیا برداشت من از این صحبت‌های شما درسته که آقای مهدوی آزاد موضوع بر سر بقای نظامه، یا به تعبیر محمد جواد ظریف همه در یک کشتی نشستیم و خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصولگرایان آمدن موفق میشوند؟
تنها چیزی که وسط هست موضوع بقای نظام است. نه تنها جواد ظریف، بخش بزرگی از استراتژیست های حکومت در ماهای اخیر هشدار دادند. سیاست کاخ سفید هم واقعا هست، سیاست نئوکانزرواتیف ها در کاخ سفید تفاوت چندانی بین بروکرات ها، بین اصلاح طلبان، بین تکنوکرات ها و اصولگرایان قائل نیست. معتقده که اینا هر دو بال یک حکومت هستن، تفاوت زیادی ندارن، در نهایت نظام رو حفظ میکنن. بنابراین فرق سعی نمیکنه از مثل در واقع مثلا دولت آقای اوباما از شکاف ها یا اختلافات اینها استفاده کنه یا از اصلاح طلبان حمایت بکنه. این دو باعث شده که این دو جناح بیشتر به سمت همدیگه هل داده بشن. ضمن اینکه در 6 ماه اخیر ما یک جریان سوم رو به وضوح قدرتمند در وسط میدان میبینیم، چیزی به نام اپوزیسیون همیشه وجود داشته اما الان به لطف شبکه‌های مجازی و اتفاقات اخیر ما جدی خیلی قدرتمند میبینیم که اساس حکومت رو به چالش کشیده. و از همه اینها مهمتر، اگر شما به شعارهای 6 ماه اخیر از تجمعات دیماه گرفته تا بازار تهران نگاه بکنید، میبینید شعارهای کلاسیک 4 دهه اخیر دیگه وسط نیست. کسی صحبت از جنبش سبز، کسی صحبت از آزادی روزنامه‌نگاری یا غیره نمی‌کنه. اساس حکومت، اساس دخالت روحانیان در حکومت رو به چالش می‌گیره. علیه شخص آقای خامنه‌ای داره شعار میده و حکومت رو یک صدا فاسد می‌دونه. سیاست خارجی حکومت در خاورمیانه رو به چالش می‌گیره. من فکر می‌کنم حکومت فهمیده و به درستی هم فهمیده که این ماجرا در واقع مسئله بقا رو به چالش کشیده و هر دو جناح دارن یه جوری با اتحاد هم سعی می‌کنن. خب فکر می‌کنین این به اصطلاح بیعت یا حمایت اصولگراها از دولت حسن روحانی چقدر میتونه طول بکشه؟ من فکر میکنم این بیعت منطقا ادامه پیدا خواهد کرد تا موقعی که به یک شرایط ویژه و بحرانی برسیم. شرایط ویژه مثل این که مثلا آقای خامنه‌ای بمیره بخواد رهبر جدیدی ایجاد بشه، یا مثلا خود آقای روحانیش فشارها اونقدر زیاد بشه که بخواد از مسئله فاصله بگیره، یا اینکه دچار حمله نظامی بشیم. از یک طرف ماجرا است. طرف دوم ماجرا این هست که اعتراضات آنچنان گسترده بشه و میلیونی بشه که حکومت مجبور بشه برای آرام کردن مردم دولت رو قربانی کنه. یک تاکتیک خیلی قدیمیه، مرحوم محمد رضا پهلوی هم در 2 سال آخر حکومتش، یعنی از تابستان 55 تا زمستان 57 5 تا نخست وزیر مختلف رو تجربه کرد، 5 بار نخست وزیر از بین نصب کرد برای اینکه افکار عمومی رو در واقع قانع کنه و بگه مقصر اصلی دولت بوده. اگر این اتفاق نیفته و تظاهرات به شکل میلیونی نشه و اتفاق ویژه‌ای هم پیش نیاد، به گمانم مسئله بقا باعث خواهد شد که اصولگرایان تا پایان دوره آقای روحانی با او بمونند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان، سپاسگزارم که در بامداد بسیار زود آلمان با ما بودید در چشم انداز بامدادی. و ما روزنامه‌های صبح تهران هم با توجه به تعطیلات پایان هفته تازه امروز به بازتاب سخنرانی چهارشنبه حسن روحانی پرداختند. شرح مطالب مربوطه رو از فرشته قاضی، روزنامه‌نگار از شهر آتلانتا آمریکا بشنوید. بررسی روزنامه‌های امروز رو شروع می‌کنیم با بعد از اتمام حجت از روزنامه ایران، ترمیم کابینه کفایت نمی‌کند از آرمان، فردا دیر است از جمهوری اسلامی و بوسیدن دست منتقدان کمکی به اقتصاد نمی‌کند از جهان صنعت. و بیشتر اینها خانم قاضی مربوط به صحبت‌های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور هست درباره مقابله با مشکلات اقتصادی کشور. روزنامه ایران در مطلب بعد از اتمام حجت در این مورد چه میگه؟ جواد دلیری در روزنامه ایران صحبت‌های روز چهارشنبه حسن روحانی رو یک نوع اتمام حجت خونده و گفته که از سخنان روحانی اونطور که برداشت میشه فرمان تازه او برای دورانی جدید هست. به اعتقاد آقای دلیری پس از این فرمان چنانچه افرادی در کابینه با سیاست‌های جدید دولت همخوانی و همراهی ندارن یا اعتقادشون چیز دیگریه یا خدای نکرده ناتوان هستن، باید اصلاح و جایگزین بشن. آقای دلیری نوشتن که چه کابینه ترمیم بشه چه نشه و اساساً لازم باشه یا نباشه، وظیفه کابینه و مدیران ارشد دولت بی تردید تصمیم گیری و تصمیم سازی هست و نباید از دولت نشانه سردرگمی و بلا تکلیفی بیرون بیاد. روزنامه آرمان ولی معتقده که ترمیم کابینه کفایت نمی‌کنه، با اشاره به این صحبت‌های آقای روحانی که دولت به مشاوران کارشناسان جدید نیاز داره و همینطور با اشاره به صحبت‌های دیگر که میگفتن که باید وزرای اقتصادی تغییر بکنن. آرمان در این مورد چه میگه؟ بهمن آرمان در روزنامه آرمان نوشته اونچه که امروز شاهدش هستیم در اصل یادآور اون ضرب المثل بسیار معروفیه که میگه آن که باد میکارد طوفان درو میکند. آقای آرمان وضعیت فعلی ایران در خاورمیانه رو بررسی کرده با همچنین شمال آفریقا و گفته که ایران پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری رو داره، بیکاری
ابعاد غیر قابل تحملی گرفته، تنش‌های موجود در روابط خارجی زیان‌های سنگینی متوجه اقتصاد کشور کرده و اوضاع به جایی رسیده که بانک مرکزی 60 تن از ذخایر ارزی کشور یعنی طلا رو ذوب می‌کنه، تبدیل به سکه می‌کنه و به مردم می‌فروشه. به اعتقاد ایشون این عجیب‌ترین کاریه که در حق ملت میشه انجام داد و اونچه موجب حیرت این که افرادی که خودشون استاد دانشگاه میدونن و در تیم اقتصادی دولت مسئولیت دارن سکوت میکنن در این زمینه. در چنین شرایطی ترمیم کابینه مشکلی از مشکلات حل نخواهد کرد، مگر اون که رویکرد توسعه اقتصادی دوباره به کالبد بدنه سیاسی کشور برگرده. در غیر این صورت با تغییر مهره ها آش همین آش خواهد بود و کاسه همین. عجب. حسن روحانی در اون سخنرانی خودش گفته بود که برای رسیدن به یک افاق حاضر دست همه رو ببوسه و روزنامه جهان صنعت به همین موضوع اشاره کرده و نوشته بوسیدن دست منتقدان کمکی به اقتصاد نمی کند. جزئیاتش چیه؟ بله، مجید رضا حدیدی در واقع با همین عنوان به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس اشاره کرده که طی روزهای اخیر یه لیست بلند بالایی از مجموعه از این کالاها منتشر شده و سوال کرده که کدوم خطکش این تقسیم بندی رو مشخص میکنه و چجوری میشه این باور رو به جامعه تحمیل کرد تا نوعی از کالا که به اعتقاد گروهی ضروریه به اعتقاد گروه دیگه در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته. به اعتقاد نویسنده ممنوع کردن ورود گروهی از کالاها به معنی ممنوع کردن تقاضا نخواهد بود و چنین اظهار نظرهایی در نهایت واقعیت بازار رو تغییر نمیده. ایشون گفته که اظهارات رئیس جمهور مبنی بر بوسیدن دست منتقدان هیچ گره ای از اقتصاد کشور باز نمی کنه و بیفایده است. اون چه که نیاز اساسی اقتصاد روزهای دشوار ایران هست دستایی به فهم مشترک و اجماع عمومی از شرایط کنونیه. فرشته قاضی بود، روزنامه‌نگار مستقل که از این به بعد با روزنامه‌های صبح تهران با ما خواهد بود. امروز یکی نه که دو همکار تازه نفس داریم. سکان برنامه هم امروز در دست نیما نریمان، اونطور که در آغاز برنامه متوجه شدید، در کنار ناصر مدنی. با آرزوی کامگاری به هر دو برنامه رو ادامه بدیم. فعلا ایران در یک نگاه رو از ناصر مدنی بشنویم. گروهی از ساکنان خرمشهر دیروز هم در اعتراض به شوری و جیره‌بندی آب در مقابل محل برگزاری نماز جمعه تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تجمع کنندگان خواهان بهبود کیفیت آب این شهر شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمع، معترضان در حالی که ظرف‌های پلاستیکی خالی حمل آب در دست داشتند، شعارهایی را به فارسی و عربی سر می‌دادند. در پی اعتراضات اخیر در بازار بزرگ تهران و چند شهر دیگر، خطیب نماز جمعه دیروز تهران از دولت خواسته هر چه سریعتر کابینه خود را ترمیم کند. کاظم صدیقی دیروز در نماز جمعه تهران مسئولان دولتی را متهم کرده که به گفته او جهادی عمل نکردند و انگیزه‌ای برای حل مشکلات نداشتند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته اگر این کشور 5 قرارداد دیگر مانند قراردادش با شرکت توتال داشت و صادراتش به 4 میلیون بشکه نفت در روز رسیده بود، آمریکا نمیتوانست نفت ایران را تحریم کند. آمریکا از خریداران نفت ایران خواسته تا 4 ماه دیگر که تحریم‌های این کشور از سر گرفته می‌شوند، واردات خود از ایران را کاملا متوقف کنند. آقای زنگنه در این باره کسانی را مقصر دانسته که به گفته او در کار وزارت نفت دخالت کردند و باعث وضعیت فعلی کشور شدند. و وزیر پیشین دادگستری کانادا وکالت خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیستی که به گفته مقام‌های ایرانی در زندان خودکشی کرده را به عهده گرفته است. به گفته رسانه‌های کانادایی، ایروین کاتلر از حدود 1 ماه پیش با عنوان مشاور حقوقی بین‌المللی خانواده سید امامی کار خود را آغاز کرده. همزمان سازمان عفو بین‌الملل نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته آنچه که آزارهای بی‌رحمانه علیه خانواده این فعال محیط زیست نامیده را پایان دهد. سپاسگزارم از همین شما که با چشم‌انداز بامدادی روز شنبه هستید. 9 تیر ماه، 30 ژوئن که در واقع آخرین روز ژوئن 2018 هست. اینجا نگاه تازه داشته باشیم به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه و برنامه را ادامه دهیم. گروه ویژه اقدام مالی FATF در بیانیه‌اش گفته است که باز هم برای 3 ماه دیگر تا اکتبر 2018 ایران را از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد. این نهاد در بیانیه دیروزش گفت به تهران فرصت می‌دهد تا مطابق خواسته های این گروه ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از به گفته آن گروه‌های تروریستی اصلاح کند.
رهبران اروپا درباره اینکه چطور توافق تازه سر گرفته برای بحران مهاجرت را در عمل اجرا کنند، مواضع کاملا مختلفی گرفتند. این توافق که قرار بوده است چاره‌ای برای موج مهاجرت غیر معمول به اروپا پیدا کند، در نشست 28 عضو اتحادیه اروپا پس از چندین ساعت گفت و شنود به نتیجه رسید. طبق این توافق مراکز حفاظت شده ایجاد می‌شوند تا مهاجران در آنها پذیرفته شوند. و گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ریاست آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد در مرحله اول رأی‌گیری حذف شد. این برای نخستین بار در نزدیک به نیم قرن اخیر است که ایالات متحده آمریکا ریاست این سازمان را به نماینده کشوری دیگر واگذار می‌کند. خوب، در ادامه برنامه هم مطالب جالب و شنیدنی دیگر براتون تدارک دیدیم. از جمله خواهیم شنید که اتحادیه اروپا چه راهکاری برای رفع دغدغه‌های اعضای این اتحادیه در مورد معضل مهاجرت پیدا کرده. امروز بازی‌های جام جهانی فوتبال پس از یک روز وقفه از سر گرفته میشه و تب فوتبال به برنامه ما هم برمیگرده و البته تب موسیقی هم طبق معمول شنبه‌ها. من این روزا به جز عکسات دیگه چیزی نمیبینم، تو اون وقتا که تو نیستی دلم. گروه 25 بند و سایر ستاره های موسیقی پاپ ایران در هفت شنبه این هفته تا حدود 15 دقیقه دیگه. همونطور که پیشتر اشاره کردم، رهبران اروپا درباره اینکه چطور توافق تازه سر گرفته برای بحران مهاجرت را در عمل اجرا کنند، مواضع کاملا مختلفی گرفتند و ما این توافق که قرار بوده چاره ای برای موج مهاجرت غیر معمول به اروپا پیدا کند، در نشست 28 عضو اتحادیه اروپا پس از چندین ساعت گفت و شنود به نتیجه رسید. طبق این توافق مراکز حفاظت شده ایجاد می شود تا مهاجران در آنها پذیرفته شوند. اما دونالد توسک رئیس شورای اروپایی هشدار داده که هنوز خیلی زود است که دم از توافق موفقیت آمیز اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت بزنیم. از جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام در پاریس فرانسه پرسیدم چرا استقبال آقای توسک از این توافق محتاطانه بوده و اهم اختلافات باقی مانده چیست؟ برای پاسخ گفتن به سوال شما، یک نکته رو بس به توجه کرد که موارد مورد توافق اینها چیست و به دنبال اون اختلافات در کجاست. اینها توافق عمومی کردن که نسبت به اون کشوری که بیشترین این مهاجرین به سمت اون میان، نوعی همبستگی نشون داده بشه و این مسئولیت در واقع تقسیم بشه. اونها توافق کردن که به فرض مراکز کنترل شده‌ای در کل اروپا، در برخی از نقاط اروپا به وجود بیاد و این مراکز کنترل شده از جمله به فرض فرانسه گفته که من در کشور خودم نمیخوام، بنابراین بیشتر روی توجه روی ایتالیا هستش، و یا در این حال گفته شده که مراکزی برای کنترل در خارج از اروپا باشه. این موارد مورد توافق هست، ولیکن در فرای از این به اصطلاح اصول عمومی که اعلام توافق شده به عنوان سیاست یگانه کل اروپا، مسئله ویژه و عملی اینطوری خواهد بود که زمانی که به فرض این مهاجرین از طریق بخصوص لیبی و به هر حال سواحل لیبی میان به طرف اروپا، اولین نقاطی که اینها میرسن آبهای کشور به هر حال آبهای اروپایی و به ویژه آبهای در واقع ایتالیا هستش. پس بنابراین حجم وسیع از اینها وارد عملا کشور ایتالیا میشه. خب اگر... حالا که به این کشورهایی اشاره کردید که بیشترین فشار مهاجرها روی اونها هست، میشه به مشخصا بگید که فقط ایتالیا است یا کشورهای دیگر هم هستن که این فشار مهاجرت رو متحمل میشن؟ تا به حال در واقع فشار در دو زاویه صورت می گرفت، از طریق شرق، یعنی مهاجرینی که می آمدن از طریق سوریه به طرف یونان و از یونان وارد کشورهای اروپای شرقی می شدن و وارد آلمان می شدن. آیا فقط همین کشورها هستند که مخالف افزایش مهاجرت هستند یا کشورهای دیگه هم مخالفت کردند؟ امروز به طور عمده کشورهای اروپای شرقی هستن که با این امر مخالفت دارن، ولی یک کانال دوم هم کانال از طریق جنوب هستش، یعنی از طریق در واقع لیبی که وارد اساساً به صلاح کشور ایتالیا میشن، و به این ترتیب دو نقطه فشار و بحران در شرق بوده که محدود شده، ولی در جنوب هستش که کماکان ادامه داره و منتهای مراتب ایتالیا سعی میکنه که این فشار رو روی کشورهای دیگه مانند آلمان و فرانسه تقسیم بکنه. آقای ایجادی، الان که میزان مهاجرت ظاهرا کاهش یافته چون دلایل مهاجرت هم کمتر شده، چرا این موضوع همچنان در اتحادیه اروپا اینقدر داغه؟
مسئله درست نکته‌ای که شما میگویید، حدوداً 2 سال پیش ما بر اساس آمار 1,600,000 نفر در واقع مهاجر وارد اروپا شدند که عمده اینها رفتن در آلمان البته، و در بر اساس به اصطلاح آمارهایی که در طی 1 سال اخیر گفته میشه حدود نزدیکاً 40,000 تا 45,000 نفر هستند. بنابراین خیلی فرق کرده و خیلی پایین آمده، ولی علی‌رغم این نسبت به وضعیت برخی از کشورها به خصوص ایتالیا این فشار، اونها فکر میکنه که فشار بالا هستش. البته بیان این مسئله در ارتباط با جریانات سیاسی و تناقضات سیاسی هستش که در درون این کشورها به وجود آمده، و بنابراین جناح‌های راست و یا به هر حال حتی افراطی راست شدیداً مخالفت دارن با اینکه از جمله در ایتالیا که این ماجرای به اصطلاح مهاجرین فشار خودش روی ایتالیا به وجود بیاره، و به همین خاطر ایتالیا بسیار مقاومت کرد و امری که موجب تشدید تناقضات بین فرانسه، آلمان از یک طرف و ایتالیایی از طرف دیگر شد. اتفاقا خیلی ها به این موضوع اشاره میکنن که اومدن دولت های دست راستی بر سر قدرت در برخی از این کشورها باعث افزایش مخالفت با مهاجرت شده، ولی آیا این دولت های دست راستی هستند که به مخالفت با مهاجرت دامن میزنن، یا برعکس مخالفت با مهاجرت بوده که این دولت های دست راستی رو روی کار آورده؟ به هر حال ما با این واقعیت مواجه هستیم که در طی سالهای اخیر در یک سلسله از کشورها مانند لهستان، مجارستان و چکسلواکی و همچنین در ایتالیا گرایشات راست بالا آمدن و حتی در رأس قدرت سیاسی قرار گرفتن، و از سوی دیگه در خود این کشورهای دیگه اونجایی که جناح راست بر غلبه نداره ولی نیروی اپوزیسیون جناح راست افراطی یا جناح راست به هر حال قوی هستش، و به این خاطر هست که از جانب جریاناتی که بر سر قدرت آمدن و جناح راست یا راست افراطی هستن و کسانی که در اپوزیسیون هستن، همه و همه در تلاش این هستن که مسئله اروپا رو در برابر محافظی به اصطلاح مهاجرین مقاوم بکنه از نظر خودشون، و به این خاطر هستش که جاهای دیگه هم که در واقع به این ترتیب بحران بالا نیامده، کشوری مانند فرانسه، دولت فرانسه به لحاظ وضعیت کل اروپا و از جمله به لحاظ وضعیت داخلی یعنی جناح راست افراطی و جناح راست به زیر فشار قرار گرفته که این دولت دولت کارارای نسبت به امر مهاجرت نیست، و بنابراین آقای مکرون سعی میکنه گاه خودش رو موافق این نظر تا یه خودی نشون بده که من اقداماتی میکنم، ولی از سوی دیگه تمایلاتی که در درون کشور هستش تلاشش برای اینه که بگه که من برحال یک سیاست دارای تعادل رو میخوام تعقیب بکنم. جلال ایجادی بود، استاد جامعه شناسی دانشگاه اکونوم در پاریس فرانسه. گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ریاست سازمان بین المللی مهاجرت در مرحله اول رأی‌گیری حذف شد. این برای نخستین بار در نزدیک به نیم قرن اخیر است که ایالات متحده آمریکا ریاست این نهاد سازمان ملل متحد را به نماینده کشوری دیگر واگذار می‌کند. کن آیزاکس، نامزد آمریکایی، در شبکه‌های اجتماعی به مسلمانان توهین کرده بود و گفته بود که ساخت دیوار در امتداد مرز آمریکا با مکزیک برای کنترل مهاجرت فکر خوبی است. در این باره گزارشی داریم از مهنوش پورزیایی از واشنگتن. شکست در 3 دور رأی‌گیری مقدماتی برای ریاست آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد نهایتاً آقای آیزاکس را مجبور کرده نام خود را از فهرست نامزدها حذف کند و راه را برای رقابت دیگر نامزدها باز. دیپلمات‌های این سازمان گفتند او با سابقه مدیریت در خیریه‌های مسیحی تجربه مدیریت بحران‌های انسانی را دارد، اما فاقد سابقه دیپلماتیک و تجربه در روابط بین دولت هاست. اینها بخش رسمی اظهار نظر هاست، اما در پشت آنها کمتر شکی هست که سیاست مهاجرتی آقای ترامپ، نحوه برخوردش با تعهدات بین المللی آمریکا مثل توافق پاریس، کنار کشیدنش از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از قضا در همین شهر یعنی ژنو مستقر است، تأثیر زیادی در این تصمیم گیری داشته است. آنقدر که اعضای این سازمان تصمیم گرفتند به رهبری نسبتاً یکپارچه آمریکا در این سازمان در عمر نزدیک به 7 دهه‌اش پایان بدهند. کسی که در 10 سال گذشته سکان مدیریت این سازمان را در دست داشته، ویلیام سوینگ، سفیر و دیپلمات با سابقه آمریکایی بوده که از سال 2008 و برای 2 دوره پیاپی رئیس این سازمان بود. با
با این همه به نظر میرسد رای دهندگان در این سازمان تصمیم گرفتند با رد کردن بی سابقه نامزد دولت آمریکا برای این نهاد به آقای ترامپ و دولتش بگویند حاضر نیستند رهبری مهمترین نهاد مهاجرت در سازمان ملل متحد و سرنوشت هزاران مهاجر را قربانی سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و رویه خودمحور و نه جهان محور دولت آمریکا کنند. حالا آنتونیو ویتورینو نخست وزیر سابق پرتغال به ریاست این سازمان انتخاب شده که دیپلماتی با سابقه است و در این حال زمانی که دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد آقای گوترش نخست وزیر پرتغال بوده در دولت او فعالیت می کرده است. مهرنوش پورزیایی در واشنگتن. حالا چند مطلب جالب دیگر از روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران از فرشته قاضی در آتلانتای آمریکا. بخش دوم روزنامه‌های امروز تهران رو اختصاص میدیم به مال غیرهای شوپناک از روزنامه قانون، درون پرده بسی فتنه می رود از ایران و موج عجیب ارز دولتی موبایل از روزنامه شرق. خب خانم قاضی، این مطلبی که از روزنامه قانون انتخاب کردین، مال غیرهای شوپناک، مربوط به دارایی‌ها و ویلاهای به اصطلاح غصبی مقام‌های فعلی و پیشین هست، چه نوشته دقیقاً؟ بله، همونطور که اشاره کردید مربوط میشه به اخبار و گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شد در رابطه با ویلاهای غصبی که از آقای فیروزآبادی شروع شد و رسید به آقای ناطق نوری، آقای خاتمی و بقیه مسئولین. روزنامه قانون با اشاره به اینها پرسیده چرا فقط اموال و دارایی‌های برخی افراد که سیاست‌های جریانات خاص رو قبول ندارن شناسایی و اعلام میشه و مدعیان عدالت‌خواهی به سایر مسئولان کاری ندارن. این روزنامه نوشته همه مردم ایران منتظرن تا تمام مسئولینی که از طرق مختلف به اموالی خاص دست پیدا کردن شناسایی، اموال اونها اعلام و دارایی‌هاشون بازپسگیری بشه و در این شکی نیست. اما اینکه فقط برخی افراد و جریان‌های خاص هدف تخریب باشند و چند نفر انگشت شمار به مردم معرفی بشن، در اصل این اقدام باید شک کرد. و مطلب درون پرده بسی فتنه می‌رود از روزنامه ایران مربوط به فهرستی که از طرح ترافیک خبرنگاری منتشر شده، چه میگه؟ احسان بوداغی در روزنامه ایران به انتشار همین لیست دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری پرداخته و نوشته با این وضعیتی که شفاف سازی طرح ترافیک خبرنگاری روشن کرده، میشه تصور کرد در پشت پرده وام‌های میلیاردی، مجوزهای خاص، پروژه‌های بزرگ اقتصادی، رانت‌های اطلاعاتی و امثال اون چه خبره؟ به نوشته آقای بوداغی، در سیستمی که یه فرد متنفس حاضر نیست از یه طرح ترافیک ساده خبرنگاری بگذره، آیا از سودها و منافع به مراتب کلانتر و بخشای دیگه که در دسترسش هست خواهد گذاشت؟ آقای بوداغی اینم اشاره کرده که اگر پشت پرده معاملات و مناسبات اقتصادی کلان چندین و چند میلیاردی شفاف بشه، با چه چیزهایی روبرو خواهیم شد. شفاف سازی طرح ترافیک خبرنگاری به روشنی نشون داد که شفاف سازی عمومی در حوزه‌های کلان مملکت چقدر کار سختیه. و 40 شرکتی که با بهای دولتی تلفن همراه وارد کشور کردن، موضوع مطلب روزنامه شرقی که انتخاب کردیم. کامبیز نوروزی در روزنامه شرق به اعلام نام 40 شرکتی که با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کردن پرداخته و گفته که بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنن این شرکت ها و از این طریق سودی سرشار و احتمالا نامشروع می برن. این شرکت ها به گفته آقای نوروزی تقریبا حدود نیمی از ارز تخصیص یافته رو صرف واردات کردن و 10 شرکت هم اساساً هیچ وارداتی نداشتن. آقای نوروزی پرسیده تخصیص ارز 4200 تومانی با چه ضوابطی صورت گرفته؟ شرکت ها بر چه پایی انتخاب شدن و میزان سهمیه هر کدوم از اونها با چه معیارهایی تعیین شده؟ فرشته قاضی بود که روزنامه صبح امروز چاپ تهران رو ورق می‌زد و حالا سری بزنیم به پیام‌های شما که از راه مختلف داره دریافت میشه. از تلگرام شروع بکنیم، احتمالاً از محسن که نوشته رفتار سران جمهوری اسلامی ایران مثل مردهای زورگو هست که توی خانه در برابر زن و بچه‌هاشون دست به زن دارن، اما خارج از خونه و در مقابل دیگران یعنی قوی‌ترها ترسو هستن. این نظر محسن. علیرضا گفته در مورد خروج جمهوری اسلامی از FATF خیلی واضحه که اروپاییان با دفع الوقت نمودن به نفعی از
این وضعیت سود میبرند و الا خیلی واضح است که اساس و ساختار حکومت اجازه خروج از FATF را نمیداد. که آقای علیزاده باید بگیم که اصلا ایران به FATF نپیوسته که بخواد از اون خارج بشه. صحبت بر سر اون هست که آیا توافق با این سازمان، با این گروه ویژه اقدام مالی رو امضا خواهد کرد یا نه. مهران نوشته فکر کنم الان بازاری ها دارن یه کمی درد بیکاری و بیپولی قشر کارگر و کارمند را درک میکنند که باعث شده از آخوند، در واقع روحانیون، در حوزه فاصله بگیرند. این هم نظر مهران. و دیدگاهی هم داریم از سامان که میگه به نظرم چنانچه بازیگران غیر دولتی منطقه مانند حزب الله و حماس که مورد حمایت ایران قرار دارند، مواضع خودشان را در قبال اسرائیل تعدیل کنند و رویکردهای تعاملی را جایگزین کنند، میتوان ایران را از لیست سیاه FATF دور نگه داشت. و در فیسبوک هم مختاری نوشته گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. و به نظر مختاری جمهوری اسلامی با رفتاری که داره مگه میشه FATF یا توافق گروه ویژه اقدام مالی رو قبول کنه؟ و محسن نوشته کاش دولت‌های اروپایی مسئله مهاجرت را از سرچشمه حل می‌کردند و از دولت‌هایی که مردم خود را تحت سرکوب و فشار و قرار می‌دهند و خلاف بیانیه حقوق بشر عمل می‌کنند حمایت نمی‌کردند و آنان را تحت فشار قرار می‌دادند تا حقوق شهروندی مردمشان را رعایت کنند و آنان را مجبور به مهاجرت نکنند. در طول برنامه بازم فکر کنم فرصت خواهد شد که برگردیم به پیام‌های شما. فعلا سری بزنیم به خبرهای ورزشی. قرار امروز پس از یک روز تعطیل مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه از سر گرفته بشه. علی فولادی در آغاز خبرهای ورزشی از بازی‌های امروز در روسیه میگه. امروز ساعت 3 لندن، یعنی همون 6:30 عصر تهران، بازی اول برگزار میشه بین فرانسه و آرژانتین در شهر کازان روسیه. 4 ساعت بعدش هم اوروگوئه با پرتغال در شهر سوچی بازی میکنن. هر دوتا بازی از نظر اسم و رسم ستاره ها و نام تیم‌ها روی کاغذ خب دیدارهای جذابی باید در بیان، اما این انتظارا بعضی وقتا با اون چیزی که تو زمین بازی اتفاق میفته خیلی فرق میکنه و گاهی تیم‌ها و ستاره‌ها در حد انتظار بازی نمیکنن. این نگرانی درباره مسابقه اول البته بیشتر فرانسه تیم اول گروه سی با 2 برد و 1 مساوی به این مرحله پا گذاشته، نایب قهرمان اروپا هم هست، پر از بازیکن‌های خوبه. هر دو تا تیم هم در شروع رقابت‌ها به عنوان مدعی جام وارد جام جهانی شدن. با انجام 3 مسابقه که هر دو تیم انجام دادن، الان بیشتر کارشناسا شانس پیروزی فرانسه رو خیلی بیشتر می‌دونن. البته فوتبال و هزار تا اتفاق، ضمن اینکه فوق ستاره‌ای در آرژانتین هم بازی می‌کنه به اسم لیونل مسی که خودش یه نفر قادر هر نتیجه‌ای رو تغییر بده. اما در بازی دوم پرتغال قهرمان اروپا با اوروگوئه روبرو میشه. اوروگوئه از ابتدای جام بازی به بازی هم بهتر شده و خیلی از کارشناسا میگن توان بردن پرتغال رو داره. پرتغال به عنوان تیم دوم گروه بی پا به این مرحله گذاشت، یعنی جایی که تیم ملی ایران میتونست باشه و به هر حال موفق نشد در انتهای 3 بازی خودش. نکته جالب توجه اینه که دوتا تیم، یعنی پرتغال و اوروگوئه، تا حالا در جام‌های جهانی با هم بازی نکردن. جام جهانی فوتبال برای ایران البته تموم شده، ولی از حاشیه‌های اون همچنان جسد گریخته. خبرهای برامون میرسه از جمله درگیری لفظی اخیر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس. از اون چه داری برامون بگی؟ کارلوس کیروش نسبت به دفعات پیش شد این بار کمی بیشتر از خودش خیشتنداری نشون داد و بیشتر از خودش دفاع کرده. البته در این مصاحبه جدیدش از حمله به برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم غافل نبوده. مرحله جدید یا فاز جدید این دعوا وقتی شروع شد که مسابقه برانکو با رسانه‌های کروات منتشر شد و معلوم شد که او به عملکرد کیروش در تیم ملی ایران انتقاد کرده. برانکو گفته بود تیم ملی ایران به این دلیل به مرحله بعدی صعود نکرد که یه مربی خوب و تاثیرگذار نداشته. این صحبت‌ها خب طبق انتظار بی جواب نمون. کیروش مثل همیشه پاسخ داد. در یک جا آقای کیروش گفت که برانکو همیشه سعی کرده مدرک دانشگاهی خودش رو به رخ بکشه، اما تحصیلات در واقع ضامن شخصیت و صداقت افراد نیست. و نهایتاً تازه های مسابقات فرمول 1 فردا در شهر اسپیلبرگ اتریش مرحله زمانگیری انجام میشه. این در واقع مقدمه 9 مسابقه فصل امسال که فردا انجام خواهد شد. در تمرین روز جمعه، یعنی دیروز، لوئیس همیلتون از بریتانیا و بوتا
تاس فنلاندی از تیم مرسدس بهترین عملکرد رو داشتن و نشون دادن که در مرحله زمانگیری که امروز برگزار خواهد شد به احتمال زیاد موفق خواهند بود. در مسابقه قبلی که روز یک شنبه پیش در فرانسه انجام شد لوئیس همیلتون اول شد. این دفعه هم طرفداراش خیلی امیدوارن که بتونه نتیجه خوبی بگیره. در حال حاضر طرفدارای فرمول 1 میدونن که همیلتون با 145 امتیاز نفر اول لیست راننده هاست. نزدیکترین راننده به اون سباستین فتل آلمانی از تیم فراریه. این مسابقه از یه نظر دیگه هم جالب توجه اون که تیم مرسدس با تغییرات زیادی در بدنه ماشیناش پا به این مسابقه میگذاره و کارشناسا میخوان ببینن که این تغییرات چه نتیجه خواهد داشت. فعلا دو تا از بیننده های ما در فیسبوک بی بی سی فارسی علی و هیرکان اظهار امیدواری کردند که آرژانتین در بازی امروز ببره. علی حتی پیش بینی کرده که آرژانتین 3-1 خواهد برد. البته خواهیم تا ساعتی دیگر میتونیم نتایج رو ببینیم. سید جواد حسینی هم گفته که بنده از مجری بی بی سی درخواست کمک دارم ولی متاسفانه نگفته چه کمکی میخواد. همچنان گوش بزنگم سید جواد چه کمکی میتونه از ما ساخته باشه. ولی شنبه است و پایان برنامه ما طبق معمول موسیقایی با تازه ترین ترانه های ایرانی در هفت شنبه علی همدانی. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. کنکوریا چطوریم با کنکورتون؟ خوب پیش رفت؟ امروز هم میدونم که البته جریان ادامه داره. هیچ وقت حس بعد از کنکور خودم یادم نمیره، اون لحظه که از در جلسه میای بیرون و دیگه مهم نیست که قبول میشی نمیشی، مهم اینه که وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار میشی درسی نداری که بخونی برای چند سباهی. البته بیاین این آسودگی خاطر اون بخشی که کنکورشون رو دیروز پیروز دادن جشن بگیریم. اگر هم که دارین تازه میرین سر جلسه کنکور بدونید که چند ساعت دیگه خلاص میشین. فعلا بی خیال درس و کلاس و مدرسه. ترانه های تازه، ترانه مورد علاقه خودم از گروه 25 بند دیوونگی. من این روزای حالیم که واسم گفتنش سخته، فقط میدونم اونی که کنارت باشه خوشبخته. من این روزا به جز عکسات دیگه چیزی نمیبینم، تو اون وقتا که تو نیستی دلم میگیره غمگینم. به تو دل بستم اما این یه دیوونگی محضه، دارم سر میرم از عشق تو رو میخوام هر لحظه. به تو دل بستم اما این یه دیوونگی محضه، دارم سر میرم از عشق تو
چی فرق کرده، هیچی مثل قبل الان نیست. اون که عاشق بود عوض شده، دیگه اون آدم اولا نیست. ثانیه ها سخت میگذرن، انگار دیوارا حرف میزنن. خاطراتت هست این وسط، اما چه حیف که زخم میزنن. طاقت بیار یکم، عاشق نمیره که. اونی که عاشقه عاقل نمیشه که. طاقت بیار یکم، ثابت کنم هنوز من عاشق تو هم، اون عاشقت نبود. طاقت بیار یکم، عاشق نمیره که. اونی که عاشقه عاقل نمیشه که. طاقت بیار یکم، ثابت کنم هنوز من عاشق تو هم، اون عاشقت نبود. توحید ترانه اسپانیولی خونده شنیدین؟ خودشم یه مدتی البته رفته بود اسپانیا زیر آفتاب کنار ساحل داشت استراحت میکرد، حال میکرد، نتیجهش هم شده این آهنگ. موی بونیتا موی لیندا تنکلیتا اون پا تکیلا مور شات لکیس فیفا یو لکیتو ای یا لکیتو آی دونت وانا سی تو ماچ موی بیا خوشگله خوشگله آی دونت وانا ویت تو ماچ موی بیا I just wanna do it, I like the way you move it, she gonna make me lose it, everybody knows it, está bonita. Senia overseas with Arabiza Mona Lisa I can see ya want to follow you need a leader I really want you dance on me muy bella خوشگله خوشگله I really want your hands on me muy bella خوشگله خوشگله I just wanna do it I like the way you move it